خب حالا بچه ها در مورد اینکه گفتیم مواد یونی رسانای جریان برق هستند اینجا دلیلش رو توی این قسمت میخوایم توضیح بدیم اینجا بچه ها شکل دو رو میبینید که یونهای سازنده پوتاسیوم پرمنگنات در سراسر محلول پخش شدن توی شکل سمت راست تازه داره این رو پرمنگنات رو توی آب پخش میکنه و توی قسمت به کاملا حل شده یون ها ذره هایی هستن بچه ها با بار الکتریکی مثبت یا منفی شما سال قبل خوندید اگر اتمی الکترون از دست بده میشه یون مثبت و اگر اتمی الکترون به دست بیاره میشه یون منفی خب این ذره ها میتونن توی محلول حرکت کنند و سبب برقراری جریان الکتریکی توی محلول بشن پس به خاطر همین هست که اگر یک ترکیب یونی مثل پوتاسیوم پرمنگنات رو در آب حل کنید یونهای سازنده اون در سراسر سر محلول پخش میشن و سبب رسانایی جریان الکتریکی میشن پس اینجا علت رسانایی الکتریکی محلول یونی رو برای شما گفته علتش اینه که یونهای سازنده شون در سراسر محلول پخش میشن و رسانای جریان الکتریکی میشن در حالی که بچه ها ملکول ها بار الکتریکی ندارن و به همین خاطره که رسانای جریان الکتریکی هم نیستن حالا اگر ترکیبی رو که ذره های سازندش ملکول هست توی آب حل کنیم ملکول ها هم توی سراسر محلول پخش میشند اما محلولی که به دست میاد رسانای جریان الکتریکی نیست چون گفتیم چی؟ چون بار الکتریکی ندارن که رسانا باشن محلول شکر و اتیلونگ... اتیلنگلیکول و همچنین اتانول توی آب چنین رفتاری دارن چه رفتاری دارن؟ اینها رسانای جریان برق نیستند خسته نباشید